راستی والا آنو موشه مراشا الهدی عقو در ادامه قوانه باسال به خالا گفتیم که آسوره که خمیری رو با شیر قاطی بکنه، بعد که نیتش این هست که شکل حالت نون معمولی بپزه و تمام اینها به شرطیست که میپزه نون بیش از اندازه یک وعده خوراک. اما اگه میزان خمیره کمه که اندازه مثلا یه نون میشه همون وعده میخورنش، ایسو نیست. و یا این که اگر شکل نون معمول پخته نمیشه وجه مشخصه ای داره که شبیه نون شیرینی محسوب میشه و دیگه افراد اون رو با هر خوراکی نمیخورن، اونجا هم جنبه مجاز داره. بنابراین اگر این دوتا شرط وجود داشت که یا میزان کم پخت یا اینکه هیکر داره وجه مشخص داره، مجازه که خمیر بکنه اون آردو با شیر و بپزه. نونی که خمیر شده با شیر و آسور شده که گفتم حالا یا حجمش زیاده یا وجه مشخصه نداره که به خاطر که مبادا اشتباه بشه و با خوراک گوشی خورده بشه، آسوره که همچنین بفروشه اون رو به غیر یهودی، که میترسیم که مبادا مثلا چون حالات شکل نون معمول داره قابل تجدید نیست، غیر یهودی به یه یهودی دیگه حالا هدیه بده یا بفروشه، مگر اینکه نونه رو تیکه کرده باشه، مثلا نونی رو به دو قسمت تقسیم کرده باشه که چنین حالتی دیگه جای نگرانی نیست. معمولا نون تیکه شده رو افراد خرید و فروش نمی کنن یا هدیه داده نمیشه، که طریقه افرادسایی نیست که بخرم مثلا نون تیکه شده از غیر یهودی. و همینطور مجازه طبق نظر همه که بفروشن این نون ایسو رو به نخری به غیر یهودی به وسیله این که گفتیم مثلا هر نونی رو دو تیکه بکنه و به این شکل بفروشه. بعضی حتی حالتی که نونم رو یه وجه مشخصه براش میذارن سختگیری میکنن، اما گفتیم از اسدین اگر نونه شکلش متفاوت از نونه معمولی جای سبکگیری داره. اگر ریخته شد شیری بر تعداد نونهای زیاد، یعنی نونه معمولی هست که خمیر و آب و نمک بوده پخته شده، حالا ظرف شیری داشتن از اونجا رد میکردن، حالا این مقدار شیر ریخته شد رو همه نونا، چه مقدار رو هر نونی ریخته شده کجاش بوده کامل مشخص نیست. اصلا که میگن که همه گرد نونا آسور شده، گفتیم گزرا مبادا که بیاد بخوره اونها رو با غذای گوشتی، و طبق اصل دین جای سبکگیری داره در چنین حالتی که بیاد و تقسیم بکنه این نونا رو بین همسایه‌ها، به صورتی که مثلا به هر همسایه یه دونه نون یا دو تا نون بده که تو همون وعده غذایی خورده بشه بره طی همون روز، چون میزان کمه و چنین حالتی دیگه بعیده که اشتباه بکنه و فراموش بکنه بیاد با غذای گوشتی بخوره. یا اینکه به وسیله مالیدن حالا مثلا کره خامه‌ای روی نونا شکل نون رو حالا متفاوت میشه و دیگه مثل اینه که وجه مشخصه داشته و شبیه نیست به حالتی که گفتیم اگه اومد از اول کار خمیر رو با شیر خمیر کرد و میخواد نون بپزه آسوره، چون که اینجا نونش نون کاشری بوده پخته شده بعد حالا یه مقدار شیر رو شوخته شده و همین خاطر میشه حالا بعدش هکری اضافه کرد، یعنی که گفتیم دونه دونه بین خانواده ها پخش کرد. نونی که پختن اون رو همراه با کباب در تنور، مثلا داخل فر هم گوشت گذاشتن گرید که حالا کباب بشه، اون طرفش هم نونی رو گذاشتن یه فضای بسته با هم دیگه پخته میشه، خود به خود طعم و مزه و بوی اون کباب هم جذب اون نونه میشه با آسوره که چه نونی رو با مواد لبنی بخورن. و این مطالب در مورد تنورهای کوچیکه، حالا مثلا همین فرای معمولی که ما داریم به تنور کوچیک، اما اگه تنور بزرگی است که
دوازه این سارون که میشه حدود 19 کیلو توش گنجایش داره که امروز معمولا تنورا به این اندازه نیست و دهانش هم باز باشه، مجازه که اون موقع از اون نون جداگونه هم استفاده کرد امرو با مواد لبنی، چون دیگه فضا باز بوده، فضا هم بزرگ بوده، جذب میشه. شبیه به همین قانون ماهی که پختن اون رو داخل فر همراه با گوشت، این بر مثلا سیخ کباب بوده اون برش ماهی هم گذاشتن که کباب بشه، چنین حالتی. قبلا گفتیم که ماهی و گوشت از جنبه خوردن و همزمان اونها از جنبه سلامتی خطر داره برای بیماری ها پوست اینها، به همین خاطر چون دیگه اصل کلی هم داریم خمیرا سکنتام ایسورا که اموری که خطر جونی داره برای انسان، باعث بیماری ممکنه بشه، حتی از ایسور تورا سخت داره، به همین خاطر چنین حالتی چون از طعم و بوی هم دیگه این گوشت و ماهی جذب میکنن، هر دوی اونها اصول به خوردن شدن. اگر یه دیگه گذاشتیم داریم داخلش آب میجوشونیم، آب که حالا بعدا مثلا غذا گوشتی بپزیم و کار دیگه انجام بدیم، یه مقدار شیر ریخته شد داخل اون ناخواسته، ولی میزان شیره حجمش کمه و حجم آب 60 برابر اون مقدار شیر هست، یعنی بیتول بشیشیم بهش خورده، از اصل دین میشه حتی از چنین آبی استفاده کرد برای پخت غذا گوشتی، اما لخطیلا ترجیحاً این است که چون آب به صورت معمول در دسترس هست این آبو کنار بذاره دور بریزه و آب دیگه ای رو بذاره برای پخت غذای گوشتی. اما اگر اشتباهاً حالا یه مدار از این آب رو برداشتن داخل سوپی یا خورشی ریختن، اون غذای گوشتی آسون نشده، چون که آب قبلا بیتول بشیشی بهش خورده بوده و ممنوعیتی تو مرحله بعدی ایجاد نمی کنه. چیزی که بعضیا امروز معمول هست که میان غذای شباتی رو مثلا آش شباتی رو از روز جمعه قرار میدن داخل فرها، یا حالا فرهایی که ما اینجا با گاز کار میکنه یا فر برقی هست، یا آلتای تنورای بزرگتری که نون پخته میشه برای جماعت و درجه رو تنظیم کردن و فردا میان خوراکشون رو از اونجا بند می‌دارن و دیگه غذای گوشتی که حالا آش شباتی هر چیزی دیگه بوده درش بسته بوده داخل اون فر قرار گرفته، چنین کاری از اینکه حالا بعدش میخوان اونجا نون بپزن و نونه خورده میشه ممنوعیت ایجاد نمی‌کنه، چون که این از جمعه قرار دادن از میده تا یک شباتی که حالا بعدا خصوصا نون داخل اون تنوره بپزن، چون صد معمول اون غذا هم پخته شده بوده فقط در حدی که گرم نگه میداره اون را، مجازی که بعدن نونی که داخل اون تنور پخته میشه تنورهای بزرگ چنین حالتی حتی با لبنیات استفاده کرد. کسی که اشتباه کرد و قاشق که مال مواد لبنی بوده رو در داخل دیگه گوشتی فرو برد، یا بالعکس قاشق گوشتی رو داخل مثلا دیگه شیر داشت میجوشید فرو برد، اندازه میگیرند در هر مورد که این میزان قاشقی که داخل دیگ فرو برده شده و مطبیات فرو برده شده مثلا چه میدونم حجمش 15 سیسیه، حجم اون رو در نظر میگیرن و متناسب با مطبیات غذا میسنجن که آیا 60 برابر هست یا نیست. با وجود که نظراتی هست که میگن که اگه قاشق فلزیه و چون فلز سریع حرارت رو انتقال میده، ما کاری نداریم که فقط مثلا انتهای قاشق اون نسبتی که چیز میگیره یا دسته قاشق تا کجا رفته کل قاشق رو باید در نظر بگیریم، چون که سریع حرارت انتقال پیدا میکنه، با این حال اصل مطابق همون نظر اول هست که ما بخشی از اون قاشق رو که داخل غذا فرو برده شده رو حجم اون رو میسنجیم و در نظر میگی مطبیات غذا که داخل دیگ بوده حالا گوشتی بوده یا لبنیات بوده 60 برابر اون بخشی از قاشق که داخل غذا فرو رفته بوده یا نبوده، آیا قانون بیتول بشیشیم بهش میخوره یا نه.
و کسی که مثلا داره خوراکی از برنج و مثلا با شیر درست میکنه، فرنی مثلا درست میکنه و همون نسبت مثلا برنج چندین لیوان بوده، اما مثلا شیری که قاطی اینجا کرده کلش 20 گرم 20 سی سی بوده، متناسب با اون چیزی که حالا میزان شیره کل محتویات غذا نبوده، چون اینجا مثلا برنج داشته چیزای دیگه هم داشته، متناسب با اون سنجیده میشه که ببینو آیا بیتونش بشیشیم بهش میخوره یا نمیشه. سنون تروبچه یا مثلا شلغمی که اومدن اون رو برش زدن با کارد گوشتی، کاردی بوده که همون روز مثلا باش گوشتی گرمی رو بریده بودن، بعد تمیز شستن، بعد اومدن حالا مثلا تروبچه یه چیزی رو قاش کردن. آسوره که اون تروبچه یا اون سبزیجاتی که با این چاقی گوشتی که 24 ساعته اخیر ازش استفاده کرده بودن، گوشت گرم باش برش زده بودن، اون ماده غذایی اون سبزیجات رو با مواد لبنی استفاده بکنن. مگر که بیا اون سطح برشه رو یه لایه‌ای بردارن، حالا بسیار شرطش هم داره، اگه مواردی هست که گوشت کاملا گرم بوده و از اون طرف چنین حالتهایی مثل تروبچه مثل پیاز تندی داره، فقط یه لایه نازک نیست، از وقتا حتی به اندازه طبعا یه سانتونیم دو سانت از اون رو باید برداشت کنار گذاشت با گوشتی استفاده بشه، باقی مونده شو میشه از با مواد لبنی استفاده کرد، به خاطر اینکه حالا حین برش و فشاری که اون هست و به خصوص اگه اون برش مواد تندی مثل مثلا خود پیاز باشه یا تروبچه باشه، اینها میزان جذبی که از اون میشه خیلی بیشتر هست و اینا تاثیرگذاره، به همین خاطر باید دقت بکنه موردی که مثلا میخواد سالاد درست کنه، سبزیجات رو خرد بکنه، از چاقوی استفاده بکنه که بسیار معمول و پروه هست، یا اگر هم با گوشی یا لبنی یا سگاه داشته با مواد سرد سر کار داشته، کاملا شسته شده بوده که بعدا شک و تردیدی پیش نیاد.